بخش چهار خانه در کانادا شما به شیوه های مختلف خانه پیدا کرده می تانانید. شما باید نوعیت جاهایی که در آنجا بعد از ورودتان بود و باش می کنید را بفهمید و همچنان باید بفهمید که چگونه برای خود یک خانه دائمی پیدا کنید. سازمان تمویلی دولت یا تمویل کنندگان شما بسیار کوشش خواهند کرد که قبل از آمدن تان برای شما یک محل بود را پیدا کنند. نظر به موجودیت خانه دائمی در محل بود باشتان، شما باید به مدت چندین هفته تا که یک خانه دائمی پیدا می کنید در محل موقتی بود کنید. در جریان بودوباش در محل موقتی شما باید مقررات را مراعت نموده محیط را پاک و مرتب نگه دارید و به دیگران مزاحمت نکنید به مجرده که یک محل بود و باش دائمی پیدا شد، شما از محل موقت به خانه دایمیتان خواهد رفت. سازمان های تمویلی دولت و تمویل کنندگان شما را کمک خواهند کرد که جهت ترتیب بودجه و برآورده ساختن نیازهای ابتدایی تان گزینه های محدودی را شناسایی کند. آنها همچنان به شما کمک خواهند کرد که خانه جدیدتان را مجهز نبوده و وسایل مورد ضرورت خانه را خریداری نمایید. در زیل می توانید انواع مسکن دائمی در کانادا را ببینید. آپارتمان در بلاک آپارتمان ها واحد های مسکونی در ساختمان ها هستند. در هر دهلیز ساختمان چندین آپارتمان قرار دارند. هر آپارتمان معمولا یک الی سه اتاق خواب دارد و این در حال است که پیدا کردن آپارتمان های دارای چهار یا بیشتر اتاق خواب مشکل و قیمت است. چهار نوع آپارتمان وجود دارد. ساختمان هایی که بلند نیستند معمولا لفت ندارند و از زینه ها باید استفاده کنید. ساختمان های بلند در شهرهای بزرگ زیاد می باشند. این ساختمان ها هم لفت و هم زینه دارند. آپارتمان های طبقه دوم در بالای یک فروشگاه یا رستوران موقعیت داشته و نسبت به آپارتمان هایی که در ساختمان های کاملا رهایش موقعیت دارند ارزانتر هستند. آپارتمان هایی که در تهکو یا زیر زمینی موقعیت دارند در کانادا زیاد مروج هستند. این آپارتمان ها به طور نسبی در زیر زمین موقعیت داشته و دارای پنجره های کوچک جهت داخل شدن روشنایی آفتاب می باشد. این آپارتمان ها معمولا ارزان تر هستند. خانه های رهایشی برای بود و باش خانواده های بزرگ هستند. این خانه ها دارای امکانات زیل هستند. خانه های مجزا هستند معمولا تنها یک خانواده در آن زندگی می کند کرایه و فروش این خانه ها قیمت است. خانه های به هم چسبیده نیز وجود دارند. بدین معناست که چندین خانه پهلوی هم موقعیت دارند. هر خانه دروازه جدا داشته مگر دیوار شریک خانه پهلوی آن می باشد. هر خانه ممکن از اشخاص مختلف بوده و یا به کرایه گرفته شده باشد. انواع مسکن های دائمی دیگر نیز وجود دارند خانه‌های قابل دسترس نیازهای مشخص افرادی را که در رفتن به چهار اطراف یا مراقبت از خود مشکل دارند برطرف می‌سازد. یک خانه توسط دو یا سه نفر که در یک منطقه زندگی می‌کنند، شریکی به کرایه گرفته می‌شود. هر نفر اتاق خواب جدا داشته و قسمتی از کرایه را پرداخت می‌کند. خانه‌های با قیمت ارزان به مشکل پیدا می‌شوند. ممکن است گزینه های خانه و مسکن محدود باشد. وقتی که یک خانه را برای مسکن دائمی به کرایه می گیرید، موقعیت، قیمت و اندازه آن از جمله موارد مهم هستند که باید مد نظر گرفته شوند. همچنان باید بفهمید که پیدا کردن خانه برای خانواده های بزرگ مشکل است. تعداد افرادی که می توانند زیر یک چتر در یک خانه زندگی کنند نیز تعدادشان معلوم است. هنگامی که می خواهید در خانه جدیدتان در کانادا سکونت ورزید، باید این معلومات را مد نظر گیرید. سازمان های تمویلی دولت یا تمویل کنندگانتان شما را در پیدا کردن یک خانه دائمی کمک خواهند کرد.